سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. ما روز گذشته یک برنامه ای رو با هم مرور کردیم درباره یک گزارش هشداری که در آمریکا نوشته شده، اومده ابراز نگرانی کرده، گفته ما داریم به اصطلاح خودمون ابزارهای تولید قدرت خودمون رو از دست میدیم، به افول میرسیم. بعد به عنوان نمونه علمو مورد اشاره قرار داده، گفته علمو داریم از دست میدیم. و من خدمت شما عرض کردم، گفتم که این گزارش رو که میخوایم با هم بررسی کنیم و بسیار مهم است و کسانی که در حوزه علمی، در حوزه دانشگاهی، در حوزه مدارس، به تصمیم سازها، به افرادی از این دست دسترسی دارن، حتما این گزارش رو ببینن. و هر کجایی من گفتم آمریکا، شما ایران رو تصور کن، فکر کن ما داریم درباره ایران، چون این دقیقا من از همین با همین هدف دارم میخونم. میخوایم بریم جلو ببینیم که چه چیزهایی داره اتفاق میفته. بخش اول گزارش رو دیروز با هم مرور کردیم، پیشنهاد میکنم دوستانی که ندیدن حتما ببینن. در این بخش اومده به این مسئله اشاره کرده که چرا در حال حاضر اگر آمریکا فکری برای نخبه های خودش، افرادی که دارن تحصیل میکنن و دانش آموزانش که اشاره کرده گفته نمره هاشون نسبت به سالهای قبل پسرفت داشته، میخواد توضیح بده چرا اگر آمریکا فکری برای اینها نکنه دچار فاجعه خواهد شد. اومده ابتدای این بخش به این اشاره کرده، گفته بخشی از وضعیت ما به این برمیگردد که دیگر کشورها دارن پیشرفت میکنن، جمعیت جهانی دارد پیشرفت میکنه. در چند دهه گذشته به طرز چشمگیری جامعه جهانی و کشورهای مختلف دانش آموخته شده و در این فرایند نقشه قدرت دانش را بازترسیم کردن. یه جایی ایران اومد یک کاری انجام داد و متمرکز شد روی گسترش دانشگاه‌های خودش، به ویژه دانشگاه آزاد. زمانی که ما این کار کردیم یه بازه زمانی گذشت، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد. حتی بعضی از مثلا کسانی که اینا سخنران هستن، سخنران‌های انقلابی محسوب میشن، اینا چی گفتن؟ اینا اومدن گفتن ما کلی دانشگاه را انداختیم، دانشگاه آزاد را انداختیم، استاد آوردیم، این ور آوردیم، اون ور آوردیم، خودمون رو سر کار گذاشتیم، بچه‌هامون رو تحصیل کرده کردیم، بچه‌هامون میرن دانشگاه درس میخونن، بعد میان بیرون بیکار میشن. پس دانشگاهی که راه انداختیم سر کاری بوده. این که بچه‌هات میرن درس میخونن، اونجا تحصیل میکنن، علم یاد میگیرن یه مسئله، این که بیکار میمونن یه مسئله دیگه. این که بیکار میمونن یه متولی داره. متولیش وزارت کاره. باید توضیح بده چرا نتونسته حلش کنه. اینکه اینا میرن علم یاد میگیرن، یعنی جامعه تو بدون اینکه تو حواست باشه نسلای بعدش داره میره به این سمت که خب علوم و ریاضی و فلان و فلان اینا دیگه بدیهیاته، درسای مثلا مدرسه و راهنمایی اینا بدیهیاته، من اینا رو حفظم، حالا چیزهای دیگر داره برام بدیهیات میشه. جامعه وقتی به این نقطه رسید، وقتی به این وضعیت رسید، وقتی به این سطح رسید، تو آماده پذیرش علوم جدیدی میشوی و از جوامع دیگر جلو میافتی. حالا اینجا باز یه تهدید دیگه هم هست، همونطور که دانشجوات میرن اینجا بعد میان بیکار میمونن، که میگم این ضعف جامعه ماست، این به مسئله دانشگاه و دانشگاه آزاد و فلان و فلان ربطی نداره. اصلا راه انداختن این و فلسفه این و فرستادن بچه توی مسیر درسته، این ضعف رو جایی باید برطرف کنه. یه تهدید دیگه هم وجود داره، نخبگانی داره که این نخبگان تصمیم میگیرن برون، اینم جای دیگر باید درستش بکنه و در جای دیگر باید حلش کنیم. پس کلیت این ماجرا درسته. آمریکا از کجا داره میخوره؟ میگه من از اینجا دارم آسیب میبینم که دیگران دارن در این حوزه پیشرفت میکنن، من دارم عقب میفتم. قشر تحصیل کردهشون داره زیاد میشه. قشر دانشگاه دیدهشون داره زیاد میشه. کجا مثال زد گفت کمک میکنه؟ گفت مثلا تو معرکه اوکراین، طرفین که با هم درگیر میشن، طرف اوکراینی ما بهش تکنولوژی دادیم. پهباد دادیم، ریسپرنده دادیم، از این پهبادهای چیچی سبودی دادیم که بره با اینا کار بکنه. میگه خب اینا باید کسانی اونجا بدیهیاتی رو آموزش دیده باشن که بتونن بعد از اون تخصص و مهارت کافی برای کار با اینو یاد بگیرن. بعد توضیح داد که جامعه اوکراین از این جهت که در این حوزه پیشرفت کرده، تونسته خوب بر اینها مسلط بشه. من اینا رو همه رو دارم توضیح میدم اهمیت ماجرا روشن بشه ها. بریم ادامهش رو ببینیم. کشیده شدن نیروها به سمت بخش خصوصی منابع نوآوری های آینده ما را تحلیل میبرد.
رویدادهای تامین مالی نیز در جهت نادرست پیش میاد. یه مثال میزنه اینجا خیلی جالبه، میگه ما نخبه هایی رو داریم در دانشگاه تربیت میکنیم، اینا لزوما از آمریکا مهاجرت نمیکنن، اینا دارن میرن تو شرکت های دیگه، میرن تو بخش خصوصی کار میکنن، تو هیئت علمی دانشگاه ها نمیمونن، به عنوان استاد نمیمونن. چرا میرن توی شرکت ها مشغول میشن؟ خب براشون سوداوری داره دیگه، میتونن برن اونجا کار بکنن. به طور ویژه هوش مصنوعی رو مثال میزنه، میگه شرکت های مختلف الان دارن تو حوزه هوش مصنوعی نخبه های ما رو میبرن. بعد یه چیزی میگه خیلی جالبه، به لحاظ مثلا قد و قواره میخوام اینا رو توضیح میدم که برای شما مشخص بشه. میگه که یکی از دانشگاه های ما رفته در حوزه هوش مصنوعی و برای رفع مشکلاتش در این مسئله که بتونه دانشجوهای خودش رو ارتقا بده چند تا تراشه بخره. میگه 300 تا دونه تراشه باید خریداری میکرده، 9 میلیون دلار هزینه‌اش میشده. بعد میگه شرکت متا برای اینکه یکی از مشکلات خودش رو برطرف کنه، نه 300 تا دونه، 350 هزار تا دونه سفارش داده، 10 میلیارد دلار هم پول داده آوردن، داره به کارگیری میکنه. میفهمین نگرانش از چیه؟ میگه دانشگاه ما داره تو این وضعیت قرار میگیره، شرکت‌ها دارن چاق و چله میشن، علم ما رو، نخبه های ما رو، افرادی از این دست رو میبرن به کارگیری میکنن. بعضن شرکت‌ها ممکنه چند ملیتی هم باشن، ممکنه در راستای مثلا منافع ما هم اگر قوانین رو درست تعریف نکنیم آن چیزی که میخوایم پیش نره، و اینجا نخبه های ما از داستان، از چتر مدیریتی ما خارج میشن. ادامهش رو ببینیم. میگه سیاستگزاران ایالات متحده نیاز به یک نقشه راه جدید دارن که به آنها کمک کند توانمندی دانشی کشورها را ارزیابی، تقویت و به کار ببرن. بذارید من ماجرا رو برای شما ساده بکنم. میگه تو ارتش و سرویس اطلاعاتی آمریکا ما یک بخشی داریم که این بخش میاد چیکار میکنه؟ میاد توان نظامی کشورها رو میسنجه، بعد توانمندی کشورها رو در حوزه نظامی با آمریکا مقایسه میکنه، میگه این توانمندی نظامیش انقدر، ما انقدره، این انقدر بودجه دفاعیشه، انقدر تانک داره، انقدر فلان داره، انقدر جنگنده داره، ما در فلان وضعیتیم. میگه ما به یه دفتری نیاز داریم، این دفتر بتونه بلند شه بره کشورهای مختلف رو به لحاظ دانش و فناوری بسنجه، بهشون رتبه بده، قد و قواره بده، بعد مشخص بکنه ما از کیا بالاتریم، از کیا پایینتریم. چرا به این مسئله نیاز داره؟ به خاطر اینکه عرض کردم یه جایی بود شما همه ملت‌ها در دنیا با شمشیر می‌جنگیدن، بهترین شمشیر سازا رو داشتی، بهترین لشکریان رو داشتی، میگه انقدر آدم داشتی تو لشکرت، وقتی می‌خواستی بری مثلا با رومیا و اینا بجنگی، با یونانیا و اینا بجنگی، میرسیدی لب رودخونه، رودخونه خشک می‌شدی، سربازات فقط مثلا یه جوره آب می‌خوردن، کل انقدر ادعوده داشتی. نسل جنگ ها که عوض شد، نخبگان جدیدی رفتن تو سرزمین های دیگه، سلاح‌های جدیدی ساختن، تو واماندی، تو مجبور بودی بلند شی بری پیش اتریشیا بگی بیای تو کشور من برام گلوله توپ بسازید. بعد اتریشیه میومد کارخونه تو اصفهان میزد، چی بهش میگن، قابلمه‌های مردم هم میرفتی میآوردی، میگفت فلس کم، ول میکرد میرفت کشور خودش. نخبه ها رو برای این نیاز داره، چون داریم وارد یک مرحله جدیدی میشیم، دنیا داره به سمت جدیدی میره، و اینجا در این مسئله هر کسی غافل بشود کلا سرش رفته و میدان رو از دست داده. بریم ادامهش رو با هم دیگه ببینیم. در ادامه اومده به این اشاره کرده، گفته تقویت توانمندی دانش ایالات متحده تنها به معنای توسعه قابلیت‌های تازه نیست. واشنگتن همچنین نیاز دارد مشکلات سیستم مهاجرت و بودجه دفاعی خود را حل بکند. اول اومد اینو توضیح داد، حالا میگه مسئله مهاجرت. ما در مسئله مهاجرت، مسئله نخبگان و مسائلی از این دست تو چه وضعیتی هستیم؟ کجای داستانیم؟ خب خدا رو شکر ما به اصطلاح خودمون آدمایی که کار بلدن کم نداریم، آدمایی هم که کار بلدن رفتن اونجا پشیمون شدن دوست دارن برگردن، از اینا هم کم نداریم. برای چقدرشون اینجا کار داریم؟ یه رفیقی برای من تعریف میکرد، میگفتش که یکی از دوستانم در خارج از کشور رفته یه علمی رو یاد گرفته، بعد میگفتش که این توی دنیا نفر اول اون حوزه محسوب میشه، و میگفت این حاضر بیاد ایران این رو در اختیار ایران قرار بده، ولی اصلا تو ایران ما مثلا اون پیش نیازهای کار اینو نداریم که این بخواد بیاد اینجا به کشور خودش خدمت بکنه. من خلاصه حرفی که تو این داستان ها و این بحثا میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه، مسئله علم و مسئله دانش و مسئله اینکه جامعه شما به سمتش بره و جامعه شما سطحش بره بالا، بچه‌های شما، دانشجوهای شما، دانش آموزای شما سطح چیزی که می‌آموزن بالا باشه، با کیفیت باشه، این خیلی مهمه.
در ماجرای زن زندگی آزادی، یکی از چیزایی که در گزارش اندیشکده های آمریکایی دیده میشد، توجه روزنامه های خودمون هم به خودش جلب کرد، اینجا هم بعضی از بابتش یکه خوردن، ابراز نگرانی کردن، این بود که صریح داشت توضیح میداد، میگفت در حوزه علم باید ایران رو عقب بندازیم. بچه‌هاش باید درسی که میخونن بی کیفیت باشه، چیزی که یاد میگیرن. من اینا رو که میگم، معلم‌ها وقتی دارن حرفای منو میشنون، این شکلی با خودتون برداشت بکنید که آموزش و پرورش تا یه حدی کارایی کرده، بقیه‌اش رو توی معلم به عشق کشورت سعی کن جبران بکنی. چجوریش من نمیدونم، تو باید ببینی مثلا چی میتونی انجام بدی در حوزه کاری خودت که اون دانش آموز اون تایم محدودی که سر کلاس شما هست، مثلا تو بتونی یه چیزی بهش یاد بدی که بهتر بشه. حرفای من ممکنه نسبت به فرد به فرد ساده به نظر برسه، خیلی سطحی به نظر برسه، نه، این گزارشی که نوشته میگه در آینده دنیا ممکنه جامون از دست بدیم، معدل دانش آموزش رو رفته بررسی کردی. دیروز دیدید با هم بررسی کردیم، میگفت مثلا دانش آموز 13 سالم نمرش رو شده فلان. پس این مسئله خیلی مهمه، اینا رو لازم بود بگم که دوستان من حواسشون به این مسئله باشه. در انتهای گزارش اومده به این مسئله اشاره کرده، گفته که در برخی مناطق نواحی که آموزشی هستن، می توانن در صورت اعزام بهترین آموزگاران به بدترین مدارس بودجه های اختیاری بیشتری بدن دریافت کنن. این شیوه در حال حاضر نتایج امیدوار کنه. ببین انتهای گزارشش داره ایده میده که تو چیکار بکنی سطحت بره بالا، بتونی کارو بهتر بکنی. اونایی که تو آموزش پرورش ما هستن، اونایی که تو مراکز علمی ما هستن، برید اینا رو بخونید، این گزارشا رو پیدا بکنید. حالا یه نمونهش اینجا فارن افرز، من تو کانال اون دوستانی که خواستن پیام بدن لینک بهشون میدم، ولی برید مشابه های اینا رو پیدا کنید، ببینید ایده های اینا برای ارتقا دادن جامعه خودشون چیه. جامعه وقتی ارتقا پیدا بکنه، وقتی در حوزه علم همه سطحشون بره بالاتر، ما برای پذیرفتن علوم جدید آماده میشیم. چرا مثلا در کشورهای اطراف ما وقتی نگاه میکنیم رگه های از زبان فارسی دیده میشه؟ چرا در بخشی از کشورهای اروپایی اصلا در زبان انگلیسی، در مثلا استفاده اینا در از بعضی از کلمات شما نگاه میکنید این کلمه ریشه فارسی داره؟ چرا ریشه فارسی؟ خب آقا ما مثلا در یک بازه زمانی تمدن داشتیم. چجوری تمدن داشتی؟ با شمشیر کشی تمدن داشتی؟ به من توضیح بده چند تا واژه مغولی میتونی مثلا آن سوی دنیا پیدا بکنی؟ اینا هم شمشیر کشی کردن دیگه، رفتن نصف دنیا رو مثلا با جنایت و فلان گرفتن. علم داشتی تو، علم داشتی تو، دانش داشتی. باز عرض میکنم خدمت شما، من سخنران انقلابی میتونم اسم ببرم، الان اسم بیارم سری میگه تخریب میکنه فلانی رو. به خدا، یعنی شما اصلا حرف آدمو نمیفهمید. شما فقط اگه از یکی اسم بیاد، مثلا ما اونجا نقدی کرده باشیم، این میشه تخریب فلانی. من میتونم الان سخنران انقلابی نام ببرم، این که مثلا صحبتاش تو پایگاه بسیج و مساجد و اینور اونورم شناخته شنیده میشه، وقتی داره حرف میزنه نسل بعدی شما داره میشه. دانشگاه کجای داستانه؟ مگه محسن حجاجی دانشگاه رفته؟ حالا محسن حجاجی هم من خود دانشگاه هم رفته. بعد ما هم دانشگاه رو نمیخوایم نماد مثلا خوب بودن یا بد بودن افراد مثال بزنیم. ما من بسام فراتره، من حرفم اینه، میگم وقتی میخوای با نسل بعدی من حرف بزنی، چرا چمران رو براش مثال نمیزنی؟ بله من شهید برونسی رو میتونم مثال بزنم، شهید برونسی اصلا تحصیلات آنچنانی نداشته، بهترین فرمانده میدانی بوده برای ما تو جنگ. طرف می‌خواسته بره اعزام شه جبهه، میگفته که من بلند شدم رفتم دیدم که فلان جا تو فلان مرکز فرماندهی، به من گفتن باید با آقای برونسی صحبت کنیم. گفت منتظر بودیم جلو در آقای برونسی بیاد. گفت یه آقایی رفت موتورشو پارک کرد اون گوشه رفت داخل. بعد یکی به من گفت من منتظر فرمانده نبودی، آقای برونسی رفت دیگه. گفت من اصلا باورم نمی‌شد این فرمانده بودی. بله ما مثال‌های این شکلی داریم. من حرفم اینه، بچه‌های نسل بعد ما، به ویژه در اونایشون که حامیان انقلاب هستن، اونایی که حامیان ایران هستن، اونایی که حامیان وطن هستن، اونایی که باورهای مذهبی دارن. باورهای مذهبی رو چرا میگم؟ چون اینا هسته سخت نظامن. اینا هسته سخت نظام. اینا رو باید تشویق بکنی برن سمت ورزش. اینا رو باید تشویق بکنی برن سمت علم. اینا رو باید تشویق بکنی برن سمت چیزای این شکلی. ما هر چقدر در این حوزه ها پیشرفت بکنیم، برای خودمون، برای آینده وطنمون، برای بحثی از این دست بهتره. الان آمریکا تو این گزارشی که من برای شما از فارن افرز خوندم، تو سرش نمیزنه بگه که مثلا بمبای اتمیم الان شده 6004 تا، ولی مثلا روسیه شده 6007 تا. پس من وضعم ترسان کرد. نمیگه علم. علمم داره به چالش کشیده میشه. من تولنترش نمی کنم. درود میفرستم بر هر کسی که در حوزه علم داره کار میکنه، در حوزه تحصیل داره کار میکنه، حرف من رو میشنوه، و درود میفرستم بر هر کسی که ممکن هست در این حوزه کار نکنه، ولی در حوزه تخصصی خودش، در حوزه کاری خودش
با جون و دل در خدمت وطنشه، در خدمت هموطنان خودش هست و سعی کرده برای مردم سنگ تموم بذاره. این سعی کرده سنگ تموم بذاره رو مثال ساده بخوام بگم، یه رفتگر در حوزه کاری خودش با جون و دل خودش، با از جون و دل مایه گذاشتن این کار رو انجام میده. مثال بالاترش هم میشه زد، در دانشگاهش هم مثال میشه زد، جاهای دیگه هم به همیشه لازم بود اشاره بکنم. اگر شما نکته‌ای داشتین بحثی بود در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.